دین مسیحی چجوری میرسه. اگر دقت کنین اینجا اینجا سیریا و بخش زیادی از در حقیقت اسرائیل اینجا جزوی از امپراتوری رومه. روم شرقی پس امپراتوری روم از بین میره. یکی از چیزایی که قبول دارن که یعنی یکی از تاریخ‌هایی که برای انقراض امپراتوری روم داده میشه تجزیه امپراتوری روم به دو بخش شرقی و غربیه که روم شرقیش میشه بیزانتین، بعد از این میبینیم بهش، و روم غربیش هم میمونه تا یه مدت و کم کم اصلا دیگه اون میشه تبدیل میشه به هنر ایتالیا. ولی ایتالیایی که ما امروزه به عنوان یک انتیتی میشناسیم همچی چیزی وجود نداشته، یک چیز واحدی نبوده. ایتالیا تمام شهر استیت بوده، تمامش سیتی استیت بوده و هر ریجنی برای خودش یک حاکمیتی داشته. مثلا ریجن توسکانی مرکزش فلورانس بوده، یه حاکمیتی داشته. همینطوری این پیش بوده. سرانجام با انقراض روم غربی در سال 474 بعد از میلاد کلن امپراتوری روم هم تموم میشه. اهمیت نقش رومیان در تاریخ هنر غرب خیلی روش تأکید شده، اما اصطلاح هنر رومی معنای کاملا واضح و کلیری نداره برای ما. در واقع میتونه سه معنی داشته باشه. یکی این که هنر ساکنان اون شهره، ساکنان قدیمی شهر روم، و در حقیقت استایل‌هاش هم بنا به اختلاف استایل‌های اون شهره. یکی این که هنر سرزمین ایتالیاییه که تدریجاً در جامعه روم جذب شده و بعدش هم وحدت پیدا کرده و کلاً میشه هنر دیگه. و دیگری هنر مربوط به دوره امپراتوری روم باستانه که ما می‌خوایم روی این قسمتش تاکید کنیم. کلاً رومی‌ها رو نمی‌تونیم آفریننده هنر خاصی بدونیم. اینا حامیان هنر بودن. پترون نج هنری از دوره روم شروع شد. اینها بسیار پولدار بودن و بسیار دید خوبی هم داشتن. هر چیزی رو که خودشون دوست داشتن، نمیشه گفت دید خوبی، ولی هر چیزی رو که میپسندیدند از هنر قبل آرتیست استخدام میکردن و براشون کپی میکرده. این به اون گاهی حتی دفعه پیش گفتم در بعضی جاها اگر دست مجسمه شکسته است اون هم دست شکسته میخواسته اون مجسمه رو، برای اینکه نشانه باستانی بودنش بوده. از کی کپی میکردن؟ از هنر قبلی ها که یونانی ها بوده. کلن هنر دوره کلاسیک اگه یادتون باشه ما هنر یونان باستان رو به چند دوره تقسیم کردیم. دوره باستانیش که آرکایک میگیم. دوره کلاسیکش که خیلی در حقیقت تمام این فلاسفه مهم یونان و تمام ابداع هنر یونانی در حقیقت تو اون دوره شکل گرفته. یه دوران هنر جیومتریکه که قبل از این دو تاست، بعد آرکاییکه، بعد هنر باستانیه و بعد هنر هنلیستیکه. هنلیستیک اون دوره‌ایه که بسیار اینا همه اسکیل ها و مهارت هاشون در حد اعلا شده، فقط همینجوری تولید میکنن، یعنی کوالیتیشون در یه حدی رسیده، حالا های کوانتیتیشو بالا میبرن. اگه یاد گرفتن مثلا چین لباس اینجوری یا یاد گرفتن یه کسی رو در حرکت بکشن، حالا دیگه بالم میگیره اون آدم، حالا دیگه هر جوری که بتونن پیچیدش میکنن. خب از اینجا پیش بریم. هنر روم پس به طور کلی استایل مجسمه سازی خاصی نداشته، ولی نقاشی داشته و همونطور که گفتم نقاشی نزدیک به 300 از مجسمه سازی عقب‌تره. دلیل یعنی از مجسمه سازی در دوره یونان. چرا؟ کسی یادشه؟ چه عقب‌تری یعنی از نظر تکامل؟ نقاشی همزمان صورت میگیره، ولی اگر ما مجسمه داریم مثل مجسمه دیسک پران یا مجسمه داریم مثل مجسمه نیزه انداز به همون نسبت چیزش رو نداریم، نقاشیش رو نداریم. آفرین، سبکشون هنوز کامل نشده. من الان برمیگردم شما نگاه کنید. ما همچین وقتی که همچین برونز هم هست، تو خالی هم هست، همچین اسکالپچری رو داریم، همچین مجسمه رو داریم، اینه استایل نقاشیمون. بسیار از جهت آناتومی عقب‌تره.
دلیل داشته که اینها روی مجسمه تاکید میکردن انقدر. دلیل یونانی ها برای که روی مجسمه تاکید کردن که روی یونان کلا هنر یونانی هنر طبیعت گرایی است، برای او سه بود معنای بیشتری دارد تا دو بود، بنابراین نقاشی اصلا بهش اهمیتی نداره، ولی کم کم میبینیم که اهمیت داره پیدا میکنه در دوره یونان. یک چیز دیگه یا هنر رومی هم آرکیتکتشون هستش. خب تفاوت‌هایی هم دارن. مجسمه‌هاشون هم می‌بینیم که چقدر به واقعیت نزدیک میشه. واقعیتش در حقیقت رئالیسم یونانیان رو نداره، بلکه نچرالیسم داره. یعنی انگار که من این آدم رو تو خیابون دیدم. انگار این الان ازش ماسک این آدم رو گرفتیم. حالا بریم جلوتر نشونتون میدم. فقط یه جوکی بگم اینجا که ما باید اپریشیت کنیم، هرچند که همیشه گفتن اینا از خودشون ابداعی نداشتن، ولی اینا خیلی بیچاره ها همه چی رو سرهم کردن و به ما دادن رومیا. یه جوکی هستش که اینجوری میگه که یونانیه داره با رومیه با ایتالیاییه با هم به قول معروف قپی در میکنن. یونانیه میگه که ما چیز داریم، ما المپیک رو ابداع کردیم و سالن المپیک مثلا چیز مسابقات المپیک داریم. ما هم میگه که خب ما هم براش ورزشگاه ساختیم، همین باسلونا اونو که میبینین ورزشگاهش استادیوم ساختیم. اون میگه که ما تئاتر رو معرفی کردیم به دنیا. اون هم میگه خب ما هم تئاتر شما رو بردیم از توی یه وسط جنگل و در جنگل و به قول معروف چیز باز توی آمفی‌تئاتر، معروف‌ترین آمفی‌تئاترهای دنیا هستن. بعد اون میگه که ما سکس رو به وجود داریم، یونانیه میگه، و رومیه میگه and we introduced it to women. خلاصه این که حداقل یک حالا خیلی خوب بذاریم بریم ببینیم که کلن این چه جور شده. نداریم چی؟ نداریم، ما اینجا صادر کردیم، من سمیم برای خوش خودمون دارم میگم. خب تا حدی هنر مدیترانه و قبل از اون، یعنی قبل از این که ما به هنر روم برسیم، هنر یونان یک پارچه تر بوده. این کلن هنر رومی هنر التقاطی است که از دو مرحله تجربه گرایی و در دو مرحله، اول تجربه گرایی و بعد تمرین دست میاد. یعنی همه چیزی که دوست داره رو میگیره ولی در ضمن باش تجربه هم میکنه. کلن تلفیق هنر یونانی، هلنیستی، رومی و اترویایی هم هنر قدیم همین دوره ایتالیا، همین منطقه خودشون. بله، اتراسکی، همون اتراسکی، ما تو پارسیم. یه سوال هم داره، علیزم و نچرالیزم چه فرقی هم؟ فرقشون در دو چیزه. نچرالیزم اون چیزی رو به تروم میگه که دقیقا میبینیم. فرض کن که عکسی که همین جوری گرفته میشه، بدونه فرض کنیم، اگر فرضمون رو بر این بذاریم که عکاس هیچ ویلی از خودش نداره، اون نچرالیزمه. یعنی اون چیزیست که در طبیعت است. رئالیسم آن چیزی است که واقعی است و در ضمن انتخاب شده من است، هر چیزی نیست. من الزامی نداره که همه چروک های صورت یک آدمی رو نشون بدم، ولی نچرالیست نشون میده. مثلا دو تا مثال بزنم، برای او انتخاب میکنه که این واقعیت چیه. یعنی ما دو تا چیز رو نباید چیز کنیم. ایزم وقتی میگیره نچرال رئالیتیش از بین نمیره و همینطور رئالیسم نچرال بودنش از بین نمیره، ولی یه لغته که استفاده متفاوتیه که به همین طریقم حالا میبینیم بزودی. خب من الان فقط اینجا براتون یه سری چیزی گذاشتم که شما بفهمین که چجوری. اگه یادتون باشه، ما یادتون هستش که ما پارتنون رو دیدیم که چجور بود. پارتنون مربع بود، درسته؟ گفتم اینها التقاط میکنن چیزا رو، با هم قاطی میکنن، یعنی همچه دوکن. این قسمت جلو رو از پارتنون گرفتن، ولی رومی ها گنبد تونستن بسازن و گنبد رو بهش اضافه کردن و این در حقیقت
پنتئون